باب نوزدهم چون ایسا به اورشلیم نزدیک شد و شهر را دید بر آن گریست و گفت کاش تو نیز در این روز تشخیص میدادی که چه چیز برای صلح و سلامت و امغان می آورد اما افسوس که از چشمانت پنهان گشته است زمانی فرا خواهد رسید که دشمنانت گردا گردی تو سنگر خواهند ساخت و از هر سو محاصرهات کرده عرصه را بر تو تنگ خواهند نمود و تو و فزندانت را در درونت به خاک و خون خواهند کشید و سنگ بر سنگ بر جا نخواهند گذاشت زیرا از معید آمدن خدا به یاریت غافل ماندی سپس به سانی معبد در و به بیرون راندن فروشندگان آغاز نمود و به آنان گفت نوشته شده است که خانه من خانه خو دعا خواهد بود اما شما آن را لانه رازنان ساخته اید او هر روز در معبد تعلیم میداد اما سران کاهن و علمای دین و مشایق قوم در پی کاشتن او بودند ولی راهی برای انجام مخصور خود نمیافتند زیرا مردم همین شیفته سخنان او بودند آمین گاهی آقاد پاندمی کرونا ما حسینی هم دارد به طور مثال امسال تظاهرات روز قدس در برلین به دلیل پاندمی لغو شد این گرد همایی غیر قابله که در آن در مرکز برلین شعارهایی مثل زمان آدولف هیتلر فریاد زاده می شود که خواستار کاشتن یهودیان است روز قدس که در آن این تصویر نشان داده می شود که اورشلیم در اصل یک شهر مسلمان بوده که بعدا تفسوت یهودیان اشغال شده انجیل مقدس این یک شنبه دقیقا برعکس روز قدس است در اینجا مسیح را در برابرمان بینیم که 600 سال قبل از تولد محمد بر ویرانی غبی غریبای وقوع اورشلیم میگرید بر این شهر که داوود پادشاه هزار سال قبل بر آن فرمان روایی میکرده است بر شهری که از زمان پادشاهی سلیمان ما بعد خدا در آنجا قرار داشته خانه خدا که برای عیسی به ای مهم است که وقتی میبیند اعداف این خانه به چه صورت مورد سوء استفاده قرار گرفته خشم مقدس او را فرا میگیرد بله اورشلیم آنقدر در قلب عیسی جایگاه بزرگی دارد که او برای این شهر گریه میکند شعری که به عنوان یک یهودی دیندار بارها برای آن دعا کرده اگر تو را یاد نکنم و اورشلیم را با بزرگتر این شادی خود ترجی نرم باشد که زبانم به کامم بچسبد نه ایسا دعوت به مبارزه برای اورشلیم نمی کند او خشونت و نفرت را تبلیغ نمی او برای این شهر که خیلی دوستش دارد گریه می کند برای شهری که در قلب او جا دارد ایسا پیش از هر چیز برای آوردن سول و نجات به سراغ او آمده و اگنون می بیند که او و پیامش تفضل رباران این شهر رد می شود و در اینجا به این موضوع می رسیم که پیام کتاب مقدس در اینجا چیست؟ البته که انجیل مقدس شاهد و مدرکی است تا ثابت کند که افرادی که فکر می کند اورشلیم یک شهر مسلمان است چقدر کم از تاریخ می دانند. اما برای عیسی چیزی مهمتر از این قضیه که چه کسی مدعی تصاحب این شعر است وجود دارد این مطلب به خود شخص او مربوط است ایسا گریه می کند چرا که می بیند افرادی که قصد دارد سوی و نجات را برایشان به امقان بیاورد او را رد می کند او را نمی شناسند. و با این کار مهمترین بله مهمتر این چیز در زندگیشان را از دست میدهند هر کس و نجات را رد کند خود را از تنها راه رسیدن به خدا دور کرده و راه رسیدن به حیات جاودان را بر خود میبندد وقتی عیسی به اورشلیم نگاه می کند، هم از این بابت میگرید و امروزه هم وقتی به مردم نگاه می کند گرگی می کند در آیمان فاسد های زیاد و خوبی برای شنیدن پیام زیبای مسیح وجود دارد اما بیشتر مردم این کشور نمیخواهند این پیام را که سول را برایشان به امغان می آورد بشنوند و این مسئله ناراحت کننده درباره روز خودس است این که مادام از پیامبری پیروی می کنند که رستگاری و صلح را به امخان نمیآورد. و تا, جایی اجازه میدهند این دین کورشان کند که خواستار نفرت و خشونت شوند تنها ایسا است که میتواند تواند را به این جهان بیاورد تنها او میتواند تواند را به سرزمین مقدس به ایران و افغانستان بیاورد اجازه دهید تحت تاثیر اشقای ایسا قرار بگیریم و بفهمیم که خدا چه کسی را برای ما فرستاده است پسر یگانه اش که بر روی صلیب برای تمام مردم می حتی برای کسانی که جز نفرت چیزی در قلب خود ندارد بله بیایید زمانی را که خدا به دیدن ما آماده و میآید را تشغیز برهیم نه تنها در آن زمان وقتی که عیسی سوا و اولاغ وارد اورشلیم شد بلکه امروز نیز زمانی که با جسم و خون به دیدن ما میآید بله در اینجا به شما آرامشی عطا می شود که هیچ کس نمی تواند آن را از شما بگیرد اجازه بده پوادگارت هموار چشمه های, چشم های تو را باز کند پس پس خودت پیام آوری سول در این دنیای بی سول باش چه لذتی که امروز اجازه داریم این آرامش را دریافت کنیم اینجا 다메라 아멘.